le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس رو با گزارشی آغاز میکنیم از استاد عباس مایری به خاطر نمایشگاهش و بعد فیلمی به نام دلتنگم رفیق کار احمد نیکازر که به موقع توضیح میدم. استاد عباس مایری یکی از اگر جای مقایسه می بود باید میگفتم از اولین ها، ولی اجازه بدید بگم اولین استاد مینیاتور در حال حاضر با سابقه طولانی شاگرد استاد بهزاد که خودش سالهای سال است در اینجا تدریس میکنه شاگردان فرانسوی و ایرانی، و این بار خودش به تنهایی نمایشگاهی داره در یک محل بسیار زیبا که اجازه بدید لذت تماشا رو بگذاریم برای درون این گزارش. دیدار با عباس مایری و کارهایش همیشه خوشحال کننده است، مانند استقبالش در اینجا از یک بانوی بازدید کننده و یا زمانی که از شهر ژنو و دریافت لوحه مصدق از بنیادی به همین نام که در سوئیس دریافت کرده بازگشته است، و یا در اینجا در کاخی در حومه پاریس که نمایشگاه تازه او برپا شده است. استاد عباس مایری در ابعاد گوناگون هنری نه تنها همیشه حضور داشته، بلکه آگاه به تاریخ هنر معاصر و گذشته است. نشست و برخاستش با بزرگان شخصیت پنهان او را شکل دادند. وقتی او از تاریخ هنر ایران میگوید به کودکی میماند که تکالیف درسیش را تحویل میدهد. همین امر را در تدریس مینیاتور برای شاگردان کم سن و سال و یا بزرگ سالان خود دارد. Et j'essaye de les animer à ma façon. Mais en parallèle, je continue à exercer la miniature persane. این دست نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر در دفتر یادبود نمایشگاه است که ایشان از فاصله 50 کیلومتری برای دیدن این نمایشگاه آمده بوده است.
اصلی تابلوی من این تابلوی من ولی که من مذهره و توفت مذهره مادر و این پرده که سایی اوتوری این استاد مایری یک بار دیگر نمایشگاه دیگر در جای کاملا متفاوت. آیا حافظه شما به شما خواهد گفت که این چندمین نمایشگاه شماست؟ حتی الان فکر میکنم این 28مین یا 29مین نمایشگاه شخصی منه و بیش از تا کنون در بیش از 200 نمایشگاه دستی جمعی هم شرکت کردم، چه در فرانسه و در خارج از فرانسه. اینجا در لیوری گارگان این شاتو با شما چه ارتباطی داره؟ 3 سال پیش از قرار شهردار اینجا یا معاون شهرداری اینجا یکی از تابلوهای من رو در گالری اتین دو کوزان که معرف حضورتون هست در روی دو سن اونجا دید و خیلی علاقمند شد. بعد با من تماس گرفتن، متاسفانه مجال نبود چون میرفتم به سفر کره جنوبی و اینجا اونجا هم نمایشگاهی در کار بود و اینها. بعد دوباره سال بعد مجدداً با من تماس گرفتن، نمایشگاه تهران بود که خانومم همسرم نمایشگاه رو این تابلوهای برای بله برده بوده به ایران و اونجا نمایشگاه گذاشتن. امسال این خانوم مجدداً تلفن کرد و این کلامش رو خدمتتون میگم، گفت مسیو جسوی فل دو بفنتیو دیوانه کارهای شما. و اینه که گفت من دیگه واقعا خجالت کشتم، گفتم چشم حتما به هر وز ترتیبی باشه این نمایشگاه رو ترتیب میدم. اگر اجازه بریم جلوی تابلوی که واقعا به بیننده یک نوع حس دیوانگی و جنون میده به دلیل زیبایی. این تابلو بیانگر یک دختر جوان ایرانی است که در حال رقصه و این پرنده هم که بالاش بالای دستش هستش این سمبول آزادی زن و من در ایران همیشه و این پرنده رو من تو کارم بکارم. این تابلو تفکر شما در چه سال است؟ این تابلو میت در همه سال همیشه و آینده و آینده، ولی که برای من سوژه و موضوع اصلی کارهای من زن تشکیل میده، چون همینطور که میدونید زن یک موجود محترم و فوق‌العاده است و از زمان‌های قدیم در فرهنگ‌های قدیم ما مادر زمین داریم، مادر میهن داریم. زن مثل یک درختی است که از ریشش از خاک در آمده و همینجور فرزند می‌پرورانه، مادر مظهر عشق، مظهر آزادی و و و و. استاد مایری با دیدن تابلوهای شما آیا میتونم این جرأت رو داشته باشم که بگم شما صاحب رنگ هایی هستید که فقط اون رنگ ها مال شماست؟ سعی میکنم. به همین سادگی؟ به همین سادگی. این که میگویم رنگ ها برای اینکه رنگ های شما نه شاده، نه غمگینه، نه زنده است، نه مرده است، بیان خود رنگ هاست. تا چقدر این میل شما بوده؟ این دیگه مربوط میشه به درونم، چون به هر حال یه نقاش، یه مجسمه ساز، این به هر حال از درونش چیز میگیره، الهام میگیره. چقدر کارهای شما با ادبیات ایران موازی است؟ خیلی، چون من به ادبیات ایران علاقه فوق‌العاده‌ای دارم، به شاعرای محبوب من حافظ و مولانا که حتی تو این تابلوی من این شعر اون شعر مولانا رو میبینید که زیرش هم نوشتم خنکاندم که نشینیم به ایوان من و تو، به دو شکل و به دو صورت به یکی جان من و تو، اختران فلک آیند به نظاره ما، ماه و خور را بنماییم به دیشان من و تو. باید برای بینندگان گفته باشم که به زودی در ماهای آینده نامه و یادهای رو با استاد مایری خواهیم داشت، به اضافه این که شعری رو که اینجا ایشون خوندن در بیرون این کاخ محل واقعی داره و آخرین دیدارمون رو با استاد مایری اونجا خواهیم داشت. و ما در گوشه از این سالن با آقای ژیل کاندولی آشنا می شویم که حیف بود از گفته و کارهای او بی بهره بمانیم. مسیو کاندولی، اوان دلی پارله دو وزاف کی سو منیفیک،
آقای کاندولیه، قبل از اینکه از کارهایتان بگوییم، از اینکه در کنار یک هنرمند ایرانی نمایشگاه دارید احساستان چیست؟ قبل از هر چیز خواهم گفت حس خوبی در کنار یکدیگر داریم، نه صرفا دوستی بلکه روح مشترک هنری و کارهایمان. افزون بر این درباره ایران بسیار می آموزم. همین دیشب بود که دوره ساسانی را مطالعه می کردم. De plus en plus. Hier soir, j'étais encore dans l'histoire de la Perse et des Sassanides. آه، پس شما به سرآغاز ها هم رفته اید. پس بگویید چگونه به این مجسمه ها رسیدید؟ اینها شخصیت های مسی هستند که با انواع اسید و رنگ پاشی به مواد این رنگ یعنی سبز میرسانمشان. با دقت و وسواس آنها را روی این قاب‌های چارچوب گذاشتم که بناها برای محکمکاری بنایی از آن استفاده می‌کنند. در مرحله دوم با خطوط عمودی و افقی بازی کردم. نوعی ملاقات خط افق و خط عمود. آیا هر مجسمه قصه خود را دارد و یا که مجموعشان حرفی می‌زنند؟ بله، مجموعشان مد نظرم بوده، ولی هر کدام هم نمای خود را دارد. این اولی را واکنش نام دادم و اگر به مابقی نگاه کنید این واکنش ها را پیوسته و در کنار هم خواهید. زن جوانی موزیسین هست و یه رقاصه. هر دو اینها این کبوتر پرنده چیزی که مبین آزادی است رو دستشون نشسته و این رو من خواستم نشون بدم که زن در هر حال و در هر پوزیسیونی باید وظیفه خودش یعنی در واقع آزادی، مسئله آزادی برای من مطرحه. استاد مایری، هر بار نوبت خداحافظی ما، آرزوی دیدن دوباره ما همدیگر رو در یک نمایشگاه جدید شماست. ولی وقتی این فواره رو دیدم بعد از کارهای مینیاتور، اجازه دارم آرزو کنم بار دیگر همدیگر رو در ایران ببینید؟ من هم همین آرزو رو دارم که همدیگر رو دوباره در ایران ببینم. با اینکه الان 50 سال از ایران دورم، ولی همیشه ذهنم ایرانی مونده، به فرهنگ ایران علاقمندم. سعی کردم نقاشی من معرف ایران باشه و عرضم به حضور شما در اینجا کلاس های مینیاتور ایرانی درست کردم و تعداد زیادی شاید حدود 300 فرانسوی که بیشترشون خانوم ها هستن اینها رو فرمه کردم، اینها رو بهشون آموزش دادم که الان جانشین من هم کسی که مینیاتور درس میده در اون مدرسه اید که من درس میدادم، ایشون هم یک خانم فرانسوی است که مینیاتور ایرانی رو به نحو احسن فرا گرفته. و من اصلا وقتی شروع کردم به تعلیم مینیاتور علت این بوده که در اون زمان سالهای 80 تصویر ایران اینجا خراب شده بود در اروپا و اروپایی ها ایران رو زیاده از حد چیز میکردن، تحقیر میکردن و من سعی کردم تا در حد توانم یک تصویر دیگه و یک چهره دیگری از ایران نشان بدم و اون هم در دل فرهنگ و تمدن ایران نهفته است. و حالا در ادامه برنامه دلتنگم رفیق، نام آخرین ساخته احمد نیکازر، هنرمند تئاتر و سینما که ساکن آلمان هست، همین چندی پیش برنامه نامها و یادها به او اختصاص داشت، یادگارها و گفته های او. و این فیلم دلتنگم رفیق در اغلب شهرهای اروپایی نمایش داده شد، از جمله در پاریس که شانس دیدن اون برای من وجود داشت و همینطور گفتگوی با او در شهر کلن آلمان به دلیل سفری که اونجا انجام شده بود. فیلم دلتنگم رفیق اضافه بر اون چیزی که در این گزارش خواهید دید، همطور که مشخص هست، گروهی از تفکر چپ و دو نفر بازیگر تئاتر که با سختی میتونن همدیگر رو پیدا بکنن، فرار از مرز و دیدن و بحث این که آن آرمان خواهی امروز در دو نگاه مجزا چگونه میتونه یا روبروی هم بنشینه و یا در کنار هم. پرویز احمدی نژاد، منتقد تئاتر و سینما، هم جلسه سخنرانی این نمایش فیلم رو برگزار کرد. در مجموع خبرهای خوشی هم برای این فیلم هست که در درون گزارش خواهید دید. اگر سرنوشت تبعید و مهاجرت در کلیات به یکدیگر شباهت دارد، اما هر قصه حکایتی دیگر است.
فیلم دلتنگم رفیق ساخته احمد نیکازر قصه دو همکار، دو دوست قدیمی که در پی انقلاب و پس از دشواری ها بازیگر مرد از ایران با سختی خود را به آلمان میرساند تا بار دیگر در تلاشی ضروری در روی صحنه حاضر باشد. بحث آرمان خواهی در میان نیست، چرا که هر دو خواسته مشترک دارند، اما سلیقه و گذشت زمان هر دو را به بحث روبروی هم می نشاند و این بیان که رابطه عاطفی و یا دوستیشان را خدشه‌دار کند. فیلم دلتنگم رفیق زبان تصویر را در بسیاری از پلانهای فیلم به جای گفتگو به کار گرفته است و اگر تکنیک و مشکلات صدابرداری به گفته احمد نیکازر کارگردان به فیلم تا حدی لطمه جدی زده، اما بیننده آگاه فراترها را میبیند و این دیدنها به ما اجازه میدهد گفته های پرویز احمدی نژاد منتقد سینما را که قبل از نمایش فیلم در این باره گفت بهتر متوجه بشویم. چند وقت بعدش هم به یه بهانه اعدامش کرد. به سرعت برق و باد. شب عروسیش تو هم اونجا بودی؟ جشن کوچیکی بود، خانواده خودش، خانواده عروسش، چند تا از بچه های سیاسی و بچه های گروه تئاتر. اصلا بچه های گروه تئاتر یه جورایی ترتیب این جشن رو داده بودن. گلستان آهنی؟ نه، تو هر کدوم از اون قفلا یه جفت قلب عاشق خوابیده. این قفلا شاید هم انگیزه یه واسه اون قلبای تنهایی که وقتی گم شدهشون رو پیدا میکنن دیگه حاضر نیستن بهش قیمتی از دستش بدن. روی این پلاکا مشخصات آدمای نوشته شده که از اینجا به دستور هیتلر و دار و دستش به اردوگاه برده شدن تا موقع جزغاله شدنشون برسه. آقای احمد نیکازر عکاس، بازیگر، کارگردان تئاتر و سینما و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هستند. فعالیت‌های هنری ایشان از سال 1353 در گروه تئاتر ملی با مدیریت عباس جوانمرد آغاز شد. سپس بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی سینمای جوانان به وزارت فرهنگ و هنر پیوستند. آقای نیکازر قبل از انقلاب چند فیلم کوتاه ساختند، از جمله 24 ساعت در خواب و بیداری، آنها زنده‌اند و چرا. بعد از انقلاب در ایران علاوه بر فعالیت در تئاتر 3 فیلم بلند سینمایی ساختند به نام‌های آن سفر کرده، سامان، مقاومت. بعد از گریز اجباری از ایران و اقامت در آلمان 4 فیلم مستند درباره پناهندگان و اردوگاه‌های پناهندگان ساختند و چند نمایشنامه بازی و کارگردانی کردند. پروژه معروف به ریشه ها زندگی و آثار چهره‌های ادبی، هنری و فرهنگی ایرانیان را ثبت و ضبط کرده است. این مجموعه حدوداً 150 فیلم را شامل می شود که از جمالزاده شروع شده و هنوز ادامه دارد. دلتنگم رفیق آخرین فیلم ایشان است. بعد از نمایش فیلم فرصتی برای گفتگو
با آقای نیکازر خواهیم داشت. کسی مجبورت نکرده بمونی؟ میتونی مسیر این قطار رو عوض کنی؟ اگه میتونی بفرما عوضش کن. وقتو برای چی تلف میکنی؟ منتظر چی هستی؟ میتونی؟ آره. دروغ میگی، داری خودتو گول میزنی. گوش کن عزیزم، ما برای سوار شدن به این قطار از کسی اجازه نگرفتیم. تو گوش کن عزیزم، تو برای به دنیا اومدن هم از کسی اجازه نگرفتی. من مجبور شدیم سوار قطار زندگی شیم. ببین، ما نه بردیم نه باختیم، اصلا برد و باختی وجود نداره. اونجایی که راه امید تازه نیست، تجربه های گذشته امید تازه میشه. با همون گریم و لباس قدیمی میخوای نقش دنیای نوین رو بازی کنی. ببین آرمان، نه تو دیگه خودت هستی و نه من خودم. ما رو از خودمون دزدیدن. در مورد فیلم، من قبل از اصلی ترین چیزی که بگم، صدای فیلمه. این فیلم در سال 2015 فیلم برداریش تموم شد و بعد از پایان فیلم برداری متاسفانه من مریض شدم، سکته کردم و چند اتفاق همین جوری پیش اومد که فیلم ما به درازا کشید. ضمناً در طول فیلم برداری هم حوادثی پیش اومد ناخواسته که متاسفانه اون بودجه که ما تعیین کرده بودیم برای پایان فیلم مقداریش مجبور شدیم که فیلم رو دوباره فیلم برداری بکنیم، از دست داده بودیم این بودجه رو. به هر حال بعد از مونتاژ فیلم ما هی به تکاپو افتادیم که بودجه تهیه کنیم که بتونیم صداگذاری رو در استودیو به شکل خیلی درست و پروفی انجام بدیم. متاسفانه تا این لحظه انجام نشد. ببینین، برای من همونطور که گفتید این دو آدم سمبول دو جور نگاه هم در جامعه هم. من هیچ جوابی براش ندارم. من خواستم که واقعا ما فکر بکنیم به این دو نگاه. به هر حال صدف اسمیه که من برای اون زن انتخاب کردم، اون مخالف نیست. یه نگاه دیگه ای داره. خیلی ها مثل امروز برای ما میبینیم در جامعه‌مون. و ما در این لحظه از برنامه زیر آسمان پاریس، قبل از اینکه به نمایش فیلم دلتنگم رفیق اثر آقای احمد نیکازر بپردازیم، این شانس برای من که در شهر کلم برای تهیه برنامه نامها و یادها گفتگوهایی رو با ایشان انجام دادم که در آینده نزدیک خواهید دید، اما در این لحظه به برنامه زیر آسمان پاریس، بیشتر به فیلم دلتنگم رفیق خواهیم پرداخت. آقای نیکازر، خوشبختانه من یکی از خوششانسایی بودم که این فیلم رو دیدم، بخشایی رو هم بینندگان خواهند دید. خیلی راجع به این فیلم میشه صحبت کرد، نه فقط به دلیل علاقه من به این فیلم شما که ساخته بسیار زیبایی است با نوآوری‌های بسیار، اما شاید اول فیلم جاذبه این بیان شما. شما یکی از معدود کسانی هستید که گفتن رو با نگفتن گفتید، یعنی 7-8 دقیقه اول فیلم به هیچ وجه دیالوگی نیست ولی ما همه چیز رو میبینیم، همه چیز رو میفهمیم. این بیان رو آیا در زمینه‌های دیگر هم شما دنبال خواهید کرد؟ این فیلم به هر حال موضوعش ایجاب میکرد که، یعنی محتوا ایجاب میکرد که این فرم از ساختار در فیلم به وجود بیاد. برای اینکه اگر غیر از این میشد ما مجبور بودیم به حاشیه‌های زیادی بریم و طولانی تر شدن فیلم. و اینکه من معتقدم تصویر میتونه اگر درست انتخاب بشه انقدر بیان تأثیرگذاری داشته باشه. چارلی چاپلین هم این کارو کرد دیگه. من چون اتفاقا خیلی هم علاقه به سینمای صامت داشتم در جوانی، به هر حال تأثیرپذیری منم هست و من در سینما تا اون جایی که برام امکان داشته باشه سعی میکنم با بیان تصویری بتونم که اون اتفاق نوآوری رو من در همین دیدم. فردی از تئاتر میاد،
هنرپیشگانش دو بازیگر سابق تئاترن، اما سکوت حرف اونا رو میزنه. بله، من فکر میکنم که گفتم، من تو خدمتتون عرض کردم، به هر حال سینما اون امکانات رو به آدم میده که در از تصویر برای بیان اون فرم، یعنی اون محتوای درون فیلم رو بتونه براش یه فرم ساختاری پیدا بکنه. یک سوال خصوصی، آیا این دو بازیگر که در واقع قهرمانان داستان شما هستند یکدیگر رو محاکمه میکنن، اعتراف میکنن، یا همچنان کنجکاوند و پرسشگر؟ نه، هیچ کدوم اینا به نظر من. برای اینکه به هر حال من خدمتتون هم عرض کردم، ما به عنوان یک هنرمند در زمان خودمون در این شرایط فعلی نوعی بیانگر موقعیت خودمون هستیم. من با کنکاشی که در جامعه تبعیدی خودم داشتم به این نتیجه رسیدم که امروزه یک پرسش برای ما مطرحه، و اون پرسش که آیا برای به پیروزی نشاندن آرمان هامون، آیا موندنمون در این شرایط، پذیرفتن این شرایط، تسلیم شدن به این شرایط جایزه، یا اینکه ادامه دادن راه مبارزه؟ این سوالی بود که به نظر من هنوز در جامعه ما مطرحه. البته من خودم دومی رو انتخاب میکنم، برای اینکه من فکر میکنم مبارزه هرگز ساکت نخواهد نشست. عدالت خواهی، آزادی رسیدن، به هر حال حرکت هم بازم. بله، ولی در فیلم شما صحبت از مسلحانه بودن و مسلحانه نبودن هم هست. به هر حال به نظر من حکومت استبدادی خفقان سرکوبگر جمهوری اسلامی حکومتی است که جز با حرکت مثل خودش خشونت آمیز راه دیگه ای ما مثل این که نداریم برای پیروزیش. یک پیشنهاد، چنانچه تا نوروز صبر بکنید، خواهید دید که آیا راه حل ایشان یا راه حل من یا راه حل شما به عنوان راه حل سوم راه حل موفقی خواهد بود.